شارژر مکسیف رو خریداری نکنید. سلام و درود خدمت شما بینندگان دوست داشتنی سیباب تیوی. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. روز اینترنتتون مبارک باشه. امروز قراره توی درشستانی یه اخباری راجع به سنسور لایدار و شارژر مغناطیسی مکسیف بهتون بگم. توی کامنت ها یه ذره متفاوت شده راجع به اون باکسیه که توی استوری قرار دادیم و احتمال داره دو اسلاید در خدمتتون باشم. توی ترین هفته بازی خیلی باحال میخوام بهتون معرفی کنم و توی نامربوط هفته طبق معمول یه سری نامربوط بازی با هم دیگه بکنیم. بریم واسه درشستانی. آقا شارژر مغناطیسی مکسیف فقط واسه آیفون 12، 12 پرو و 12 پرو مکس خوبه. برای گوشی های پایین رده تر خود سیم لایتنینگ بهتر گوشیتون رو شارژ میکنه و این عدد رو خود آیفون 12 تقریبا معادل 15 واته که شارژر USB-C به لایتنینگ آیفون 12 20 وات شارژ میکنه، یعنی تقریبا توی نیم ساعت 50% گوشی شما رو شارژ میکنه. اما این شارژر مغناطیسی مکسیف 15 واته و تقریبا تو نیم ساعت ممکنه 30-40% گوشیتون رو شارژ کنه. و اما خبر بعدی راجع به سنسور خفن لایدار برای دوربین های آیفون 12 که میزان قد شما رو این سنسور میتونه تشخیص بده. یعنی شما توی دوربین یک نفر رو به صورت ایستاده یا نشسته توی دوربین قرار بدید، این سنسور سریعاً دیتیل تصویر رو شناسایی میکنه و قد اون فردی که سوژه دوربین شماست رو کنارش یا بالا سرش مینویسه. و بالاخره کامنت های این هفته که مربوط به روز اینترنت و یه ذره گفتم بیشتر پیشتون باشیم. یه نفر برای ما کامنت گذاشته تو همون باکسی که تو استوری قرار دادیم، زده بود که اگر اینترنت نبود الان بابا شده بودم و به دنبال نوین ترین روش های عذاب بچه هام بودم. چرا خب ما خودمون چرا یه کاری میکنیم بگن بچه رو بابا تنها نذارید؟ نکنید لطفا. یک بانوی ایرانی برای ما کامنت گذاشته که اگر اینترنت نبود شوهر میکردم. ببین وجود اینترنت فیلم بردارم اونم داره میخواد. وجود اینترنت چه ضرری واسه شوهر کردنت داره؟ شوهر کنید، پسر خوب فت و فراوونه. یک بانوی غیور ایرانی دیگه برای ما توی اونجای تکست گذاشته که اگر اینترنت نداشتم با زنا و دخترای همسایه سبزی پاک میکردیم و غیبت میکردیم. سنت حسنه گذشتگانمونه دیگه، میشستن سبزی پاک میکردن راجب دختر شهین خانم که از اینجا تا اینجاش علنگوه میشستن صحبت میکردن. وای خواهر خدا بگم چی کارت کنه. این خیلی باحاله برای ما نوشته که اگه اینترنت نبود یک کفتر کاکل پرو مکس میخریدم با پاور بال که شارژ کفتر احتمالا تموم نشه. و یکی از دوستان گلمون کامنت گذاشته که اگه اینترنت نبود خیلی خوب میشد، دیگه هیچ پسری روسری سرش نمیکرد و تو اینستا نمیرقصی. البته مشکلی هم نداره. و به عنوان آخرین کامنت این هفتمون یک عزیزی برای ما نوشته اگر اینترنت نبود با اون خانم و آقایی که میگن پدر و مادرمم بیشتر آشنا میشدم. فکر نکنم آدم های بدی باشن. ببین بد نیستن، من خودم یه چند وقتی سر کرونا خونم باشون آشنا شدم، آدم های خوبی هن. چیزی تو دلشون نیست حداقل. بابا اومده، اصلا اومده، با کی اومده، چرا خندون اومده. و اما ترین هفته خیلی فکر کردم اسمشو بذارم تو مخترین، قفلی ترین، موضوع آزاد، هر چی ترین دوست داشتید اسمشو میتونید بذارید، ولی اتمی ترین بازی هم میتونیم اسمشو بذارید. یه بازیه به اسم اسموز. اوس اوس. نقش شما توی این بازی اینه که اول از همه باید اون رو از سیباب دانلود کنید و در نهایت یه اتمی که هر چقدر زور بزنی از اتم‌های درونیت کاسته میشه. روی یه دونه مدار الکتریکی باید بچرخی، اتم‌هایی که از خودت کوچیک‌ترن رو بخوری. اگر به اتم بزرگتر بخوری میبازی، از مدار خارج بشی میبازی. خیلی بازی قفلی و خفنیه و واقعا من اومدم واسه معرفی یه ذره بازی کنم، واقعا نشستم تا چندین لول جلوتر رفتم.
اتم خیلی باحاله، حرکتش و اون فیزیک کوانتومیش به سمت بقیه اتم هم خیلی باحاله. حتما بازی اوس موس رو از سیباب دانلود کنید و لذت ببرید. و اما توی نامربوط هفته خیلی سریع چند تا خبر گیمینگ و سینمایی رو بگم. سایبرپانک سی دی پراجکت باز هم تأخیر خورد، یه تأخیر 27 روزه به خاطر تست های مختلف روی انواع کنسول ایکس باکس سریس ایکس و اس و پلی استیشن 4 و 5 و پی سی و همینجور دارن تست میکنن و میخوان شسته رفته یه بازی سوپر فوق‌العاده خفن رو بهمون بدن. مرسی سی دی پراجکت. از اون طرف سریال لایو اکشن اساسینز کرید توسط نتفلیکس اعلام شده که داره ساخته میشه که ممکنه خیلی خفن باشه. و واچ داگز لیجن که 8 آبان ماه قراره منتشر بشه امتیاز 78 رو از منتقدین گرفته، چون بازی در دسترسشون قرار گرفته بود و بازی کردن و یه امتیاز فوق العاده است واسه یوبیسافت. مرسی، ممنون که با ما همراه بودید و تا قسمت بعدی سی وب تیوی همه شما رو به پروردگار بزرگ و منان می‌سپارم.